مسیحت ایشمعیا پاراشای لخ لخا. هشم به ابراهام گفت לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. גופת תו אז כשבר חודד ברו בירון עד ג'וי כתבלת שודי ואז חונה פדרת ברו בזמיני כתורו נושון מידם ורמב״ם משנה מסכת אבות תובזי מידם כאין אבלין אמתוני בוד כאברהם אבינו شد که از سرزمین خودت برو بیرون، پاشو برو بیرون، از کشور خودت، از شهر خودت برو بیرون. این اولین امتحان ابراهام اوینو بود. در میدراش تنخوما توضیح میدن همون طوری که در اولین امتحان ابراهام اوینو لفظ میگه لخ لخا، برو باسه خودت، لخ لخا مرزخا، همین لفظم استفاده شده برای امتحان ابراهام اوینو که باید بود پسرش رو ببره و قربانی بیاره برای هاشم. اونجا هم گفته لخ لخا الر ساموریا. به خاطر همین میدراش میگه اولین امتحان ابراهام اوینو که از کشور خودش بره سخت بود، مطابق همون امتحانی که پسر خودش رو قربانی بیاره. یعنی اینقدر این امتحان سخت بود، به خاطر همین تورا درباره دوتاش گفته لخ لخا. سوالی که پیش میاد که چرا این امتحانی که هاشم به ابراهام اوینو گفت اینقدر سخت بوده؟ هاشم به ابراهام اوینو گفت از کشور خودت برو بیرون، من به تو پول میدم، من به تو اسمت رو بزرگ میکنم، براخات میکنم، همونطور که پاسخ دوم میگه اسخال گوی گادول بچه های زیادی گیرد میاد، اوارخ خواب براخان میکنم، اگر دلاش میخوا اسم تو همه جا پخش میشه و یه براخا، و در نتیجه در آینده براخا خواهی بود، با وجود که قوم بزرگ میشی براخا میکنم، نه ترسید ضرر نخواهی دید. همونطور که عرب نشخای میگن اولش اوارخ خواب براخان میکنم، دوباره آخرش هم گفته براخا، گفت نه ترس اگه براخان میکنم عینارا میخوری، نه عینارا هم نمیخوری و و هیه براخا دوباره براخای میمونه. پس چرا اینقدر واسه ابراهام اوینو این امتحان سخت بود مثل امتحان قربانی اسحاق اوینو؟ ما میدونیم مردم شهر خودشون ول میکنن، به خاطر پول جای دیگه میرن، موقعی که به کسای پولای زیادی میدن میگن تو برو جای دیگه کار بکن، پول میرن مردم. مردم واسه تفریح اینا که توریستن یک کوله گرد میگیرن و یک سال دو سال تمام دنیا رو میرن میگردن. پس چرا واسه ابراهام اوینو همچی چیزی اینقدر سخت بود؟ نیسایان سختی بود. بلکه باید بگیم در هر صورت گالوت رفتن، آدم خونه خودش رو ول بکنه، شهر خودش رو، کشور خودش رو ول کنه و جای دیگه بره، اون با مردمی که بوده، با اون زبونی که داره، با همون چیز که بوده، همه اینا رو بخواد عوض بکنه، کار سختیه. مخصوصا موقعی که اون رو مجبور کنن و مخصوصا موقعی که مجبور بشه به وسیله دستور هاشم. موقعی که هاشم به آدم دستور میده یه کاری بکنه، ساتان یه تراره آدم تو امتحان میفته، اون موقع سخت میشه براش. ممکن آدم خیلی بتونه خوراک بخوره، چیزی موقعی بیان این باید حالا کزعیت میتسوا بخوری، شب سوکای ارب یوم کیپور باید بیشتر بخوری، اون موقع آدم نمیتونه بخوره. این موقعی که یک چیزی رو انسان اجبار باشه به عنوان میتسوا باشه، اون موقع خیلی سخت میشه. برای ابراهام اوینو خیلی سخت بود چون که الان میتسواه، هاشم به دستور میده. میدونی که ابراهام اوینو هم به نیشخای میارن که 75 سالشون بود، غزال میگن، و خیلی سخت بود براشون در همچی سنی باشن و برن جای دیگه و همچیزی نیسایون بود. مخصوصا که ابراهام اوینو نه به خاطر پول رفت، نه به خاطر که اسمش پخش بشه تو دنیا، بلکه فقط به خاطر دستور هاشم بود. همچی چیزی خیلی کار سختی. از کجا میدونیم؟ ناوی ارمیاو پاسخ میاره درباره اسرائیل، میگه زخرتی لا خس نورایخ، یعنی هاشم میگه
به ملت اسرائیل میگه من همیشه شما رو یاد میارم که شما چقدر خوبید، هفت کلولوتخ که شما دنبال من رفتین تو بیابون. یعنی این زخوته هشم برمیا و عناوی میگه برو به اسرائیل بگو که من همیشه این رو به یاد میارم، زخوته باسه شما که شما جای خودتون رو ول کردین و پشت سر من اومدین. چه و این میسوار خیلی بزرگی برای اسرائیل ها هست. اسرائیل ها چه کار بزرگی کردن؟ اسرائیل ها کجا بودن؟ تو مصر بودن، کار میکردن، فقیر بودن، کتک میخوردن، شلاق میخوردن، ول کردن جای خودشون و با هشم رفتن کجا؟ تو بیابون که هشم بهشون ارس اسرائیل بده. بله تازه هشم هم اول کار گفت فورا شما رو میبرم ارس اسرائیل. با وجود این چون که به خاطر میسوای هشم رفتن، الان پاچین از مصر بریم بیرون این سخت سال میشه. آدم کاری که به خاطر هشم میخواد بکنه چطور میشه؟ ساتان میاد گولش میزنه و خیلی سختش میشه، مخصوصا انسانی که بخواد از یه جایی جای خودش رو تغییر بده و به یه جای دیگه بره. در خینوخ میسوای 409 توضیح میده خینوخ میسوای گالوتی که انسان از یه جایی به یه جای دیگه تغییر جا بده تقریبا مقابل مرگه، مثل که یه نفر کشته شده و آوانش میتکپر میشه. چرا؟ اگه یه نفر به طور قصدی کسی رو نکشته باشه، به طور سهوی کسی که کشته باشه، تورا میگه این باید بره شهر میقلات، باید گالوت بره. خینوخ توضیح میده خب این یه آدمی کشته به طور سهوی، بس یه گناهی داشته که همچی چیزی به دستش اومده، یه گناهی کرده که باعث شده یه نفر به خاطرش کشته بشه. حالا میره در شهر میقلات، اون شهرهایی که لویین بودن، و گناهش بخشیده میشه. چرا گناهش بخشیده میشه؟ به خاطر که گالوت رفتن، به خاطر که تغییر مکان دادن و به صورت اجباری همونجوری که الان داریم میگیم گناهش بخشیده میشه. و خینوخ میگه این مقابل مرگ، همینطور که یه نفر به وسیله این کشته شده، اینم اونقدر سخته براش، مثل که خودش هم کشته شده و گناهش بخشیده میشه. حتی در گمارا میاد اگر یک نفر در شهر میقلاته، یعنی اونجا زندگی میکنه، در همون شهری که همه کسایی که قاتل بودن زندگی میکنه و به طور سهوی آدمی رو کشت، از شهر میقلات از یه گوشش میره یه گوش دیگرش و این هم باسهش گالوت حساب میشه. موقعی که در سوکا داریم خونه خودمون رو ول میکنیم و میریم تو سوکا، با وجود که تو خونه خودمون هستیم، چون که اتاق خوابمون باید ول کنیم تو سوکا بخوابیم، سالونمون ول کنیم تو سوکا خوراک بخوریم، همینم یک نوع گالوت حساب میشه. تو یل چیز میاد، تو یلقود میاد، تو میدراش میاد که هم چیزی تو سوکا رفتنم گالوت حساب میشه و گناه آدم یک نوع گالوته. چرا؟ چون سوکا هم اجباریه، هر چیز اجباری باشه، انسان واسه این که بره بگرده کیف کنه پول گیرش بیاد، اون موقع واسه اش آسونه. موقعی که به دستور هشم میخواد یه چیزی انجام